درود و وقت بخیر میگم به شما بینندگان گرامی. خوش آمدید به یک نگاه سوم دیگر از تلویزیون آریان. من محسن میرزایی هستم و به همراه دیگر همکارانم و دو مهمان گرامی با دو بخش در این برنامه شما را همراهی میکنیم. در بخش نخست برنامه نگاهی خواهیم انداخت به آخرین وضعیت زندانیان سیاسی گلرخ ابراهیمی ایریایی، سپیده قلیان، مجاهد کورکور. سپیده قلیان که میشناسید، زن جسوری، دختر جسوری که در حین آزادی از زندان اوین شعار سرداد خامنه ی ضحاک میکشیم زیر خاک. به ساعتی بعد بازداشت شد. الان چند روز پیش متنی نوشت و اعلام کرد که هیچ مشروعیتی برای دادگاه فرمایشی و نمایشی جمهوری اسلامی که ریاست آن را فردی دارد که افراد انقلابی را اعدام کرده قائل نیست. متاسفانه بعد از این مسائل هم میخواییم نگاهی بیندازیم به وضعیت مجاهد کورکور، کسی که جمهوری اسلامی میگوید قاتل است اما همه کسانی که شاهد هستن چیز دیگری میگویند. اما خب داستانهای نمایشی، داستانهایی که جمهوری اسلامی ید طولایی در آن دارد، همان قالی نخنما، همان داستان قبلی، یک نفر میخواهند برای تناب داری که آویختند، به قول عزیزی اینها برای تناب دار خود به دنبال سر و گردن میگردند. توی بخش اول برنامه در همین رابطه صحبت میکنیم و در بخش دوم برنامه هم نگاهی میاندازیم به وضعیت فعلی اپوزیسیون، نیروها و گروههای مخالف جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی. چون توی روزهای گذشته سوال غالبی که از ما شده بود و خواسته بودی در رابطه با اون برنامه‌ای داشته باشید، مطالبه ای بود که شما داشتید از احزاب و جریانات سیاسی و افرادی الیتی که مخالف هستند، مخالفان جمهوری اسلامی، که چه میکنند. میخوایم یک نگاهی بیندازیم به وضعیت فعلی اپوزیسیون در وضعیت فعلی، در شرایط فعلی که توی بخش دوم برنامه در همین رابطه صحبت میکنیم. اما در بخش نخست برنامه سرکار خانم مرسده قائدی، زندانی سیاسی سابق و عضو جنبش دادخواهی ایران تریبونال با ما هستند که درود و وقت بخیر میگم به شما سرکار خانم مرسده قائدی. با درود به شما آقای میرزایی عزیز و همچنین با سلام های بسیار گرم به بینندگان عزیزی که پای صحبت ما نشستند. زنده باشید خانم قائدی. در بخش نخست در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی صحبت کنیم. خب سپیده قلیان پیامم داد، متنشو بیرون داد و گفت من هیچ اعتباری برای دادگاه فرمایشی و نمایشی شما که حاکم آن هم، یعنی قاضی آن هم، کسی است که حکم اعدام انقلابیون را صادر کرده قائل نیستم. یه خورده در رابطه با آخرین صحبت‌ها و وضعیتی که از سپیده قلیان است، چون می‌دونم شما به شکل جدی وضعیت زندانیان سیاسی رو دنبال می‌کنید، بفرمایید. این هفته من باید بگم هفته مقاومت زندان خودشو به بیرون نشون داد. نامه‌هایی که داریم، مقاومت‌هایی که داریم، و این نکته واقعاً به ما انرژی میده، به خاطر اینکه کسانی که زیر شدیدترین شکنجه‌های رژیم قرار دارند ولی میان مثل سپیده عزیز که 4 ساعت به قول خودش در خیابون زندگی انقلاب زن زندگی آزادی در اون خیابون ها نگذشته بود که گرفتمش و میگه که در ابتدای دستگیریم مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و یکی از این جنایتکارها تهدید کردش، گفت به تجاوز میکنیم، دست و پاتو میبندیم و اون کاری که خودمون دلمون میخواد باهات میکنیم. و تمام این نامه تهدید ضرب شد، ولی جواب سپیده قلیان عزیز ما، یکی از زنان شجاع، جوابش این بود که من شما رو به رسمیت نمیشناسم، من نه شما و نه دادگاه شمایی که همطور که شما هم در ابتدای برنامه توضیح دادین که حکم اعدام این همه عزیزای ما رو امضا کردی، من به اون دادگاه نخواهم آمد. و موضعش راجع به اون دادگاه اعلام کرد و گفت نکته بسیار تاریخی که آزادی دادنی نیست، آزادی گرفتنیه. و من سپیده قلیان از زندان میگم برای گرفتن آزادی اینجا هستم. بسیار نکته
مهم میگفت، سپیده‌ای که زیر شدیدترین فشارها است، ولی با یک نامه در چند خط تمام مقاومت ایستادگی زندانیان سیاسی رو به نظر من نشون داد. این 4 دهه سرکوب رژیمه، نتیجهش سپیده قالیان تجربه از زندان من، از زندگی من نداره، از دهه 60 نداره، ولی ادامه اون مقاومت من دارم در این عزیزان میبینم و این شکست هر روزه حکومت اسلامی در مقابل مقاومت در زندانهای ایران. و در همین رابطه نامه دیگری اومده از امیر حسین مرادی و علی یونسی. واقعا من برای همین میگم این هفته رو میذاریم نامه های مقاومت از زندان. و این من وقتی داشتم نگاه میکردم، دو تاریخ زندان اوین رو بررسی کردم، میگه وقتی به این دیوارهای اوین نگاه میکنم 50 سال مقاومت دارم میبینم. جالبه، دو نظام رو میبره زیر سوال و میگه مورد حمایت شما عزیزان قرار گرفتیم و ما برای آزادی همراه شما هستیم و ما در زندانیم. یه بعد نامی، شاید فرصت نباشه من بفرمایید، خواهش میکنم، وقت داریم فعلا. بعد در این نامه هم در به موقعیتی که قرار گرفته، خودمون میدونیم بچه هایی که میگه من باید تو دانشگاه میبوزم، جزو بیسوشان بوده، میگه بیش از 2 سال این بچه ها در انفرادی بودن. ببینید، بیش از 2 سال در انفرادی بوده، وقتی وارد بند شدند، داره میگه ولی با اینکه در وارد بند شدم، ولی حمایت شما، شمای کسانی که در بیرون از ما حمایت میکردیم و در مورد آزادی و این دوتا عزیزم گفتم و حتی نکاتی رو قید کرد که خیلی از باهوشانی که نتونستن وارد دانشگاه بشن و این امکان باهاشون نشد، کیسوشانی در هستن در بیرون که نتونستن وارد محیط دانشگاهی بشن، که من برداشتم اینه داره از بچه هایی میگه، از عزیزانی میگه که در خیابون ها رژیم اونا رو از ما گرفت، زیر در واقع نزدیک به 62 نفر که در مدت این جنبش انقلابی که همچنان ادامه داره ما نوجوان از دست دادیم. و حتی و در مورد گررخ که شما به درست گفتید، اولین نکته گررخ اینه عفو اینا رو قبول نمی کنه. و جالب خود این ایمان فشاری دادگاه میگه که ما تا زمانی که حکمش قطعی بشه ما بهش آزادش هم نمی کنیم. ببینید خیلی عجیبه، 2 سال اینو محروم کردن، تو تهران نباید بمونه، 2 سال از مدیای اجتماعی تلفن نمیتونه داشته باشه، بله متاسفم، و تمام اینا 7 سال براش یعنی به عنوان علیه نظام، به عنوان تبلیغ علیه نظام و همه اینها رو صادر کرد. ولی در آخرش هم میگه ما بارها بهش گفتیم که این بیاد عفو بنویسه و گررخ اعلام کرده بود قبل از اینا که گفت من عفو قبول ندارم. و به درست، چرا گررخ باید عفو بنویسه؟ گررخ کاری نکرده که بیاد از اون از جنایتکار مثل خامنه‌ای تقاضای عفو بکنه. به همین دلیل تقاضا گفته رد میکنم. و شما در نظر بگیرین که 200 روز بود که گررخ عزیز ما دستگیر شده بود و هیچ کاری، یعنی تازه فرستادنش دادگاه، 200 روز بلا تکلیفی و از الان تبعید رو براش گذاشتن چون خارج از تهران باید زندگی کنه. و این در واقع از یک زندان کوچک دارن، هرچند که همه یک زندان بزرگتر دارن میبرنش، یعنی از الان شرط و شروطی که گذاشتن 7 سال بهش حکم دادن و با این شرط و شروط ها دارن در واقع، اگر حالا باید منتظر باشیم ببینیم در دادگاه بعدی حکمش تایید میشه یا نه. و یکی از اتفاقاتی که امروز افتاده، 2 تا سازمان حقوق بشری اعلام کردن که اعدام 90% در ایران افزایش یافته. 90 درصد 600 نفر اعدام شدن. ببینیم این جامعه‌ای که یعنی در عرض این مدت، آخرین بررسی که کردن این آمار 2 تا سازمان حقوق بشری
که یکیش علیه با هم علیه اعدام، یکم سایه سازمان حقوق بشری دیگه، و اینها اینو اعلام میکنن. شما میبینین، من اینو به این دلیل میگم، ببینین چه جنایتی این رژیم داره جنایتی میکنه. یعنی اعدام 90% رفته بالا. تازه به نظر من همیشه اینطوری بوده، جمهوری اسلامی هیچی از اعدام رو مثلا خبر نداریم. به طور واقعی همیشه در سیستم جنایت رژیم اسلامی این بوده، بخشی علنی بخشی غیر علنی. این طبق آمارهایی که دولتیه در واقع این آمار گیر شده، و چه کسایی که ما خبر نداریم به طور واقعی. و یه نکته در مورد که شما گفتیم، من حتما میخوام در مورد مجاهد کورکور صحبت. بله حتما. یه اتفاق بسیار مهم افتاد. ببینید، پدر و مادر، اول مادر کیان پیرفلک عزیز ما موزه گرفت، بررفت با مادر مجاهد کورکور. این اتفاق مهم جنبش دادخواهیه، این عدالتخواهیه. یعنی رفتن سر مزار کیان عزیز، دست در دست هم گلباران کردن اونجا، و مامانش، مادر کیان ما، گفت که من رضایت میدم چون با چشمای خودم دیدم نیروی سرکوبگر کیان منو کشت. و در 3 روز قبل پدر کیان یک باز ویدیو فرستاد که باز هم اونجا در مطرح کرد. و جالب اینه که وکیلی که برای کیان گرفته بودن، وکیل خودشونو برای مجاهد کورکور گرفتن. و این اوج انسانیت و اوج عدالت خواهیه، و نشون میده که رژیم هر حربه‌ای که استفاده میکنه که میخواد خانواده ها رو در مقابل هم قرار بده و از ابزار خشونتی که خودش داره استفاده کنه، ما میبینیم بر ضد خودش تبدیل میشه. و این در این اتفاق سالهای قبل ما شاهد بودیم که به خانواده ها میگفتن که شما ما اگه ببخشید ما بچه ها مثلا اینو اعدام نمی کنیم. و من میدونم سالهای قبل این اتفاق افتاد، بعضی از کسانی که پای چوبه دار رفتن، خانواده ها رفتن تناب دار رو باز کردن، و همین امروز این اتفاق افتاده. و به درست شما گفتین، به یاد نوید قهرمانی، افکاری قهرمان ما، باز هم اینا دنبال گردنی میگردن برای تناب دار. ولی تا الان شکست خوردیم این پروژه، و ولی همم باید صدای مجاهد کورکور باشیم. ما باید وادار کنیم رژیم جنایتکار، وادار به عقب نشینی کنیم، چون تمام در واقع جنایتی که کرده میخواد با یک مسئله، با اعدام مجاهد کورکور میخواد مسئله رو به یک سمت دیگه ببره. در صورتی که به درست خانواده کیان عزیز ما تشخیص دادن و در مقابل سیستم واستادن. به نظر من میگن اگر کسی با دادگاه بره، سرکوبگران رژیمن. اگر کسی بخواد دادگاه بره، به جنایتکاران رژیمن. نه، یه فردی رو میگیرن که اینو میخوان تناب دار بندازن. و جهت اطلاع، در عرض این 2 روزی که اینطوری شد، ایزه یک حالت حکومت نظامی به خودش گرفته، نیروهای نظامی رو وارد کردن، فضای شهر رو میخوان نظامی کنن. فکر میکنن که با این کار میخوان وادار به عقب نشینی بکنن، ولی تا الان به نظر من این جنبش بهشون اجازه نداده. و باید با چون توییتر برای مجاهد کورکور دیشب چهارشنبه عصر بوده و همه دارن از این صحبت میکنن، ما باید فشار بیاریم از هر ابزاری که داریم، فشار بیاریم و مانع اعدام این عزیز ما بشیم. همونطور که خانواده کیان، در درجه اول خانواده کیان قدم به جلو گذاشتن، یعنی اونها بودن همه. بسیار نکته زنده باشد خانم قائدی. حالا میخوایم به موضوع دیگری بپرزیم، ولی واقعا بدون شک اوج فضاحت و ضعف یک حاکمیت است. کسی که مادر اون فرزندی که قربانی شده، پدرش میگویند ما دیدیم کس دیگری بود، نیروهای خودتان شلیک کرد، میگویند خیر همین است. بعد اونها میان رضایت میدهند، میگویند نه ما باید اون را اعدام کنیم. اصلا وضعیت در جمهوری اسلامی به قدری مفتضح شده است، من احساس میکنم بعضی وقتا کار از دست خودشون هم، اینطور که حداقل در 8-9 ماه گذشته ما دیدیم، کار از دست خودی های خودی هم خارج شده. خانم قائدی، من میخوام در رابطه با این موضوع صحبت کنم. در رابطه با گلرخ صحبت کردیم، سپیده
قلیان صحبت کردیم. میگه من میخوام یه بار دیگه من این سوال از شما پرسیدم، یک اتفاقی افتاده، یک تحول فکری رخ داده است در میان زنان و دختران این آب و خاک که به این شکل دارند، میدانند که آخر عاقبتش زندان است، میدونه شکنجه هم است، همونطور که شما گفتید تهدید به تجاوز هم میشوند، اما دست از اون خواسته های خودشون بر نمیدارن. این پروسه رو خیلی دوست دارم، چون شما هم جز کسانی بودید چند دهه پیش، 4 دهه پیش در زندان بودید، حالا با افراد دیگری هم چون لاجوردی ها سر و کار داشتید. این پروسه رو یه خورده بسه ما توضیح بدید، چه گذشت بر زنان و دختران که امروز نیروی اصلی مبارزه و مقاومت هستن؟ خیلی جالبه شما نکته که گفتیم. من این روزا خیلی به این لاجوردی جلاد در به نظرم اومده بود. به دو لاجوردی میگفت که هر کدوم اینا میان تو زندان، بچه های زیر 16 سال میخواست آزاد کنه. یکی از دوستای خودم که الان نمیخوام اسمشو بره، تا دم در زندان برد گفت نه، اینا میرن بیرون دوباره فعالیت میکنن، اینها جذب میشن. یعنی تصویری از همه ماها داشت، ما رو میزد، کتک میزد، ولی میگفت که اینا دارن مقاومت میکنن. و این جریان زنان که به خصوص در این 6 ماه اخیر با کشتن ژینای عزیز ما یک جنبش انقلابی عظیم برافته، میبینیم که پرچمدار این مبارزات زنان بودن. ببینید جنبش زنان از اون جنبش هایی بود که در خیابون سرکوب شد. چرا میگم در خیابون سرکوب شد؟ به خاطر اینکه مسئله حجاب بود. چون از ابتدای به قدرت رسیدن رژیم این مسئله حجاب و پرچم ایدئولوژیک این رژیم بود، اینها زنان ما در خیابون، در دانشگاه، در زندان، در محل کار، تو صف اتوبوس، در مترو، هر جایی که شما بگیرید زنان ما سرکوب شدن. به همین دلیل این جنبش، به این دلیل که این جنبش اینقدر قوی بوده، مبارزات جنبش زنان، ببینید الان نیست که در واقع زندان های ما مملو از زنان شجاع و مقاومه. ببینید از دهه 60 یه اتفاقی افتاد، ما هرچند مبارزات مردان همیشه تعداد زندانیان زیادتر بودن، ولی همیشه زندانهای جمهوری اسلامی بندها مملو از زنان و دختران شجاع بود. ببینید یه این پروسه مبارزاتی رو که گذروندن، این جنبش به عقب بر نمیگرد. این جنبش به هیچ وجه، جنبش به خصوص زنان مقاوم و شجاع ما، به عقب بر نمی گردن. و الان فرصت نیست که همین اتفاقی که الان داره سر مسئله حجاب می افته، با شجاعت تمام، با جسارت تمام دارن اعلام می کنن ما به عقب بر نمی گردیم. این یک پروسه مبارزاتی بود، پروسه که 4 دهه به هم گره خورده و اینها تو تمام عرصه ها جنگیدن. من اتفاقا همین سوال شما دارد، ببینید از عرصه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. و یه نکته رو من اینجا میخوام، هرچند فرصت کمه، ببینید حمله به دانش آموزان، حمله شیمیایی معنای سیاسی داره. دقیقا رژیم خیلی آگاهانه سازماندهی شده داره بچه های دانش آموز ما رو مورد حملات شیمیایی قرار میده. این بچه ها برای اینکه میدونه اینها در آینده اگر رژیم بمونه، که به نظر من نمیمونه، این بچه های دانش آموز زندگی مادرانشون دیدن، زندگی خواهرانشون دیدن و مقاومت ایستادگی اونا رو دیدن. و این دانش آموزای ما بودن که در این 6 ماه اومدن تو خیابون، تو مدرسه ها یادون باشه عکس جنایتکاران رو گذاشتن زیر پاشون، لگد زدن، بدون روسری عکس گرفتن. و امروز یکی از نکاتی که باید حتما سرش صحبت کنیم حملات شیمیایی. ببینید تا این بعد از عید، قبل از اون 300 تا مدرسه مورد حمله شیمیایی گرفت، 2000 دانش آموز مورد حمله شیمیایی قرار گرفتن. ببینید این کم نیست. و این سازماندهی شده آگاهانه سراغ دختران رفته برای اینکه این مقاومت 14 از این حملات شیمیایی میکنه به بچه های دانش آموز، از اون بر میبینید در خیابون زنان همچنان هستن. و این نمونه مقاومت دختران. خانم قائدی من عذرخواهی میکنم تا پایان، چون کمتر از تقریبا 1 دقیقه وقت داریم، ببخشید وقت ما به پایان نزدیک میشود، میخوام صحبتهای خودتون رو بشنوم، جنبندی نهایی 1 دقیقه وقت داریم، بفرمایید. ببینید جنبندی نهایی اینه که تمام این دوره نشون داد مقاومت و ایستادگی در مقابل رژیم ادامه داره.
و این دختران و پسران شجاعی که اومدن در 80 ما قرار نیست به عقب برگردن و تا سرنگونی این مبارزه ادامه داره، همینطور که تا امروزی که ما داریم صحبت میکنیم تو عرصه‌های متفاوت ادامه داره. و در واقع همینطوری که در تمام این شعارها هست، ما سر بازی ایستادن نداریم، میریم تا رسیدن به آزادی و برابری و رفاه اجتماعی مبارزه ما ادامه. بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم مرسده قائدی، زندانی سیاسی سابق و عضو جنبش دادخواهی ایران تریبونال که با ما همراه بودید. با تشکر از شما. بله، بله، همونطور که گفته بودیم دو بخش در این برنامه داریم. در بخش نخست صحبت کردیم و در بخش دوم برنامه می‌خواهیم در رابطه با وضعیت فعلی احزاب و جریانات سیاسی به شکل کلی می‌خوایم مثلا نگاهی بیاندازیم به گروه‌ها و جریاناتی که مخالف جمهوری اسلامی هستن در وضعیت کنونی. چون سوالی که طی روزهای گذشته از ما پرسیده شد خیلی از شما بینندگان، این که چه کار می‌کنند و وضعیت، یعنی برنامه‌ای داشته باشیم که ارزیابی کنیم وضعیت فعلی اپوزیسیون را. و مهمان گرامی با ما هستن جناب آقای رضا فانی یزدی، فعال و تحلیلگر سیاسی، که درود و وقت بخیر میگم به شما جناب آقای رضا فانی یزدی گرامی. سلام میکنم خدمت شما، خیلی متشکرم از شما و دوستان تلویزیون آریان که این برنامه رو تهیه میکنید و این وقت رو در اختیار من گذاشتید. زنده باشید آقای فانی یزدی. خیلی سریع وارد بحث بشویم اگر بخوایم. سوال البته یه خورده خیلی یک سوال وسیعی است، اما اگر بخوایم یک نگاهی به وضعیت فعلی بیاندازیم، چون من میخوام بعد از اون چند سوال انتقادی هم داشته باشیم و وضعیت اپوزیسیون را نگاه کنیم، چون به نظر میرسه که در بخش بزرگی از این احزاب و جریانات سیاسی و همچنین مخالفان جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای امروز و آینده پیش رو وجود نداره. من عذرخواهی میکنم اینجا فقط داخل پرانتز بگیم، ما اینجا قصدمان تخریب هیچ حزب و هیچ جریان سیاسی و هیچ فرد خاصی نیست، بلکه انتقاد میکنیم. و اون کسا هم که میگویند انتقاد نکنید فعلا وقتش نیست، ما گوشمون به این حرفا بدهکار نیست، هر زمانی میشود انتقاد کرد. یه خورده بی برنامگی و یک استیصالی دیده میشه در بخشی از اپوزیسیون، دلیلش چیست؟ یا اصلا شما شاید موافق نباشید با این موضوع، یا شاید هم چیزی جوری دیگر فکر میکنید. آقای فانی یزدی شما رو میشنویم. همینطور که شما اشاره کردین، به نظرم این یکی از مشکلات بزرگ اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران در 14 گذشته بوده. اما قبل از اینکه به این بپردازیم، من مایل هستم که بگم که این جنبش بسیار بسیار مهمی که در این چند ماه گذشته اتفاق افتاد، جنبش مهسا، جنبش زن زندگی آزادی، یکی از بزرگترین چالش‌های تاریخی نظام جمهوری اسلامی ایران بود در 14 گذشته و یک پیروزی بسیار چشمگیری در عرصه مدنی برای نیمی از جامعه ما داشت که زنان کشور ما بودند. و این واقعا باید همیشه مورد توجه ما باشه که این جنبش در هر شرایطی هم که امروز بهش نگاه بکنیم یک پیروزی بسیار بزرگ داشته. اما با توجه به این برگردیم به سوال اصلی شما که موضوع صحبت هست. ببینید، اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران متاسفانه هیچ وقت یک برنامه عملیاتی دراز مدت برای سازماندهی نیروهای مخالف رژیم در داخل و خارج از کشور نداشته و بیشتر حالت واکنش به اتفاقات داخلی رو داشت. یعنی ما همیشه منتظر هستیم یک اتفاقی در داخل به وجود میاد، مثلا جنبش نمیدونم سبز پیش میاد، 97 پیش میاد، جنبش مهسا پیش میاد، و بعد ما به اصطلاح یک دفعه هیجان زده میشیم و سعی میکنیم واکنش نشون بدیم به اون چه که در داخل اتفاق افتاده.
این البته درسته، یعنی به عنوان یک نیروی مسئول خارج از کشور ایرانی ها این کار خوبی هست، یعنی من و شما اگر یه فرد عادی بودیم نسبت به این حوادث همینطوری به اصطلاح واکنش نشون میدادیم، ولی برای یک جریان سیاسی که مدعی به اصطلاح آلترناتیو سازی هست و مدعی این هستش که میخواد با حکومت جمهوری اسلامی ایران که 4 دهه قدرت سیاسی رو در اختیار داره مبارزه بکنه و خودش رو جایگزین اون نظام بکنه، نمیتونه فقط منتظر باشه که در داخل کشور واکنش اتفاق بیفته، حرکت اتفاق بیفته و اینا واکنش نشون بدن و حتی همون واکنش هم به موقع نباشه، متناسب با شرایط و امکانات نباشه، و به همین دلیل ما میبینیم که راه به جایی نمیبره، یعنی این اپوزیسیون یک دفعه هیجان زده میشه، بهترین حالت واکنشش هم افزایش هیجانات هست و نه به اصطلاح یک اقدامات با فکر عملی و به اصطلاح استفاده از امکانات موجود برای پیشبرد امر مبارزه، بسیار به مسئله هیجان میپردازه، هیجان میزنه، مسائل رو بزرگ نمایی میکنه، به اصطلاح غلو میکنه در اون چه که اتفاق افتاده و دست میزنه به حرکت‌های نمایشی. این حرکت‌های نمایشی متاسفانه اگر جنبش در داخل کشور به هر دلیلی فروکش بکنه یا مسیرش عوض بشه، این حرکت‌های نمایشی اون وقت پاسخگو نیستن، چرا که این حرکت‌های نمایشی پاسخ موقتی هستن به اون به اصطلاح حرکتی که در داخل کشور به وجود آمده و در راستای یک برنامه استراتژیک درازمدتی برای به اصطلاح پیش به اصطلاح رفتن به جلو و گام‌های مؤثر برداشتن نیست و ما این رو در همین 6 ماهه شاهدش بودیم و میتونیم مثال‌هایی بزنیم از اون چی که اتفاق افتاد و بهترین نمونهش همین وضعیتی بود که ما با این جریانات منشورها مواجه شدیم، مثلا منشور مهسا، منشورهای دیگه‌ای که اتفاق افتاد که بعضی از اینها که اصلا به اصطلاح چشمشون به طرف داخل نبود، مثلا منشور مهسا رو شما شاهد هستین که اصلا کل این حرکت رو شما باید نقدش بکنین واقعا، که ما در خارج از کشور یه دفعه میبینیم 8 نفر به چه دلیل اینها دور هم دیگه گذاشته میشن و کنار هم میشینن هیچ کس نمیدونه، چرا بعد 2 نفر از اینها رو میذارن کنار، خانم گلشیفته و علی کریمی میذارن کنار میشن 6 نفر، باز هیچ کس نمیدونه و اینا پاسخگو نیستن، چرا بعد خانم شیرین عبادی کنار میره باز کسی نمیدونه، چرا امروز اختلافاتی به این شکل بینشون پیش آمده که دیگه هیچ حرکتی رو نمیکنن و مدعی هستن که به استناد کاندیداهایی رو که معرفی کردن مثلا دیگران قبول ندارن، باز هیچ کس نمیدونه. این نشون میده که این حرکت‌های به استناد حتی خودجوش از درون اپوزیسیون خارج از کشور هم نبوده، یعنی اینها مهرچینی بوده و چون مهرچینی انجام شده حتی برای 6 ماه هم نتونسته دوام بیاره، یعنی همون لحظه‌ای که در ایران شما مواجه هستین با سرکوب این جنبش یا فروکش شدنش یا شکلش عوض میشه، این جریان در خارج از کشور تقریبا از هم میپاشه، جریانی که مدعی بوده که به اصطلاح میخواسته خلأی رو که در دوران گذار به وجود میاد پر بکنه و اعتماد به اصطلاح کشورهای خارجی محافل بین المللی رو کسب بکنه برای این حضور، حالا میبینین خودش حتی 6 ماه هم نمیتونه دووم بیاره. خب این نشون دهنده واقعا این وضعیتی است که شما اشاره کردید. آیه فانی عزیز دقیقاً میخوایم در رابطه با همین صحبت کنیم. اولش سوال اصلی که برای مردم پیش آمده، بارها این سوالی بوده که از ما توی تلویزیون پرسیده شده، راه‌های ارتباطی که هست و توی فضای مجازی هم که الا ماشاءالله فراوان است، که اولش این افراد رو چه کسانی انتخاب کردن، به پشتوانه کدام رأی و به پشتوانه کدام خرد جمعی اینها آمدن و غالبا کارنامه این عزیزان هم نگاه میکنیم، خب آقای کریمی که فوتبالیست هستن مورد احترام الیت هستن، خانم گلشیفته فراهانی هنرمند هستن، خانم شیرین عبادی حقوقدان هستن، آقای رضا پهلوی فرزند شاهی بود که مردم ساقط کردند و همه خانم علی نژاد و دوستانی که اونجا هستن، اینها میخواهند این خلای اون زمان رو پر کنند. آیا اینها از سمت کی این نمایندگی را دارند؟ البته خب مردم در ایران از این نمایندگان فراوانند، چون نمایندگانی از سمت
غیب هم آمده اند که امروز ولی امر هستن، این یک چیز عجیبی نیست در ایران، ولی آیا این خلأ رو پر میکنه یا شکاف ها رو داره رفته رفته تبدیل به گسل میکنه این کارها؟ به نظر من اقداماتی از این دست، همینجور که شما هم اشاره کردین، اینها بیشتر به ایجاد شکاف و گسل به اصطلاح میان جریانات، یعنی مردم در حقیقت منجر میشه. چون ما اگر به اصطلاح اپوزیسیونی داشتیم، یعنی احزاب نیرومندی داشتیم که این احزاب میتونستن در مواقع به اصطلاح ضروری واکنش نشون بدن، باید اون حلقه های به اصطلاح رهبری که تشکیل می شد باید از این احزاب به وجود می اومد. یعنی همیشه ما در هر جای دیگه دنیا هم اگه نگاه بکنیم، چه در حکومت ها چه در به اصطلاح شکل اپوزیسیون ها، آلترناتیو ها، نمایندگان احزابی هستن که این احزاب پایه اجتماعی دارن، پایه مردمی دارن، مقبولیت دارن در بخش های بالاخره از جامعه. یکی حزب مثلا زحمتکشانه، یکی حزب طبقه متوسط، یکی حزب دموکرات مسیحیه، یکی حزب نمیدونم لیبرال غیر و ذالک، یکی احزاب به اصطلاح محلی هستن، قومی هستن. ولی ما در اینجا میبینیم که این حرکت هایی که شکل میگیره، اینها هیچ نمایندگی ندارن، هیچ وجاهت ملی و اجتماعی از نظر سیاسی ندارن. شاید خانم گلشیفته هنرپیشه بسیار خوبی باشه، بعد از این نظر وجاهتی داشته باشه در دنیای هنر، یا علی کریمی یا خانم نازنین بنیادی و غیره، اما اینا از نظر وجاهت سیاسی که چنین جایگاهی رو برای خودشون قائل هستن هیچ پایه اجتماعی ندارن. و این به اصطلاح گذاشتن یک چنین افرادی در کنار همدیگه بیشتر به یک بازی خیمه شب بازی شبیه هست، یعنی و حتی کسانی که اینها رو دور هم میذارن رو ما نمیشناسیم. یعنی ما اگر دقت بکنین، مثلا در خبرها میشنویم که خانم نازنین افشین جم، ایشون در به اصطلاح کانادا اعلام میکنن که به همین زودی ما یه خبر خوشی میخوایم به شما بدیم، بعد از مدتی ما اون توییت به اصطلاح 8 نفر رو همزمان میبینیم. اصلا خود این که به اصطلاح اعلام یک ائتلاف سیاسی که مدعی رهبری میشه بعدن با یک توییت در شب سال نو مسیحی، اون هم توییت های جداگانه زده بشه ولی همزمان باشه، این خودش یک حرکت مسخره هست. یعنی شما در هیچ جای دنیا نمیبینین که یک ائتلاف سیاسی اپوزیسیون که میخواد خودش رو معرفی بکنه، این مثلا به شکل توییت 8 نفر به اصطلاح با اختلاف زمان هم اونم هست که خانم شیرین عبادی کمی دیرتر به اصطلاح توییتشون رو میدن، اینا با چند تا توییت و اونم به اصطلاح با یک اطلاع قبلی که باز یه خانومی که اصلا هیچ نقشی در سیاست ایران نداره، همسر وزیر دفاع سابق کانادا هستش، این به اصطلاح اطلاع پیدا میکنه. این شکل از اپوزیسیون سازی متاسفانه نتیجهش میشه همین، نتیجهش میشه این که بله من عذرخواهی میخوام بین کلامتون، چون تقریبا کمتر از 7 دقیقه 8 دقیقه تا پایان برداریم وقت داریم، میخوام همین خدمت شما عرض کنم. موضوع اصلی همین است، یعنی کسی، یعنی هر اتفاقی که یک گام به سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی مردم در ایران باشد، یعنی هر انسان آزادی دفاع میکنه و هر کس هم بخواد چوب لا چرخش بذاره بدون شک بجز خیانت نمیشه اسمی درش گذاشت. اما اینکه افرادی که غیر متخصص هستن، چون آیه میخوام اینطوری سوال مطرح کنم، چون وقتی که نگاه میکنی به احزاب و جریانات سیاسی غالب آنها و این دست نهادها، این دست گروهها و این دست افراد که دور هم جمع میشن، وقتی که میپرسید ببینید امروز مشکل اصلی مردم، دو مشکل اصلی دارم، نخست مسئله اقتصادی است، دوم مسائل آزادی های اجتماعی و بسیاری موضوعات دیگر و محیط زیستی که من فکر میکنم از همه هم شاید میتونه مهمتر باشه. اما وقتی که من اینو دارم به صراحت در آنتن زنده تلویزیون آریان دارم اعلام میکنم، اگر هر حزب و جریان سیاسی مدعی است که غیر از این کرده به جز یه تعداد محدود، غالب اینها برنامه اقتصادی ندارن. یعنی وقتی که شما باشون صحبت میکنی، برنامه اقتصادی وجود ندارد، برنامه محیط زیستی وجود ندارد، برنامه ای برای مسائل دیگر وجود نداره، اما مخالف هستن و این کارها رو میکنن. آیا اینکه عدم وجود متخصصین در این دست احزاب و جریانات، این دست گروه ها، میشه گفت این یکی از پاشنه آشیل های اینا، عدم وجود متخصصین چه سیاسی چه محیط زیستی چه اقتصادی در این زمینه ها به نظر شما میتونه یکی از پاشنه های آشیل باشه؟
حتما چنین هست، یعنی همین که شما اشاره کردین دقیق هست. ببینین احزاب سیاسی در تمام کشورهای دنیا غیر از رهبران سیاسی یک به اصطلاح حاشیه کارشناسی دارن، آدمایی رو دارن که اینا کارشناسن در زمینه‌های مختلف، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل محیط زیستی، زندگی مردم، مطالبات، شناختی از جنبش‌های به اصطلاح مدنی و غیره، و اونها کمک میکنن به این رهبری سیاسی تصمیم گیری سیاسی بگیره و پروژه‌های سیاسی اعلام بکنه. اما وقتی ما میبینیم که به اصطلاح این ائتلافایی که شکل میگیرن یه دفعه 8 نفر آدم که اصلا گذشته مشترک ندارن، با هیچ کدومشون هیچ همکاری در گذشته با هم نداشتن و هیچ کدومشون غیر از رضا پهلوی سابقه حتی فعالیت سیاسی هم ندارن، تازه خود رضا پهلوی هم در تمام این 40 ساله حتی یک حزب سیاسی این بشر نتونسته درست بکنه، یک پروژه سیاسی رو نتونسته به سرانجام برسونه، شما میبینین به اصطلاح 8 آدم ناشی بدون به اصطلاح تجربه سیاسی و بدون داشتن یک بدنه کارشناسی که بتونه به اینها رهنمود بده که چه حرفی بزنن، یه دفعه میان میشینن دور همدیگه و کل اجنداشون به جای اینکه به مسائل معیشتی مردم، وضعیت اقتصادی، فقر، بدبختی ها به اصطلاح توجه بکنن و روی اونها دست بذارن، یه دفعه اجنداشون میشه به اصطلاح کمک از کشورهای خارجی برای بستن سفارتخونه های ایران، کمک از کشورهای خارجی برای به اصطلاح گذاشتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی، یا در بهترین حالت شروع میکنن به تیم ملی خودشون فحش و بد و بیرا دادن، ورزشکارای ایرانی رو در خارج از کشور مورد اذیت و آزار قرار دادن به عنوان اینکه شما یا با ما هستین یا با رژیم. و این نوع به اصطلاح سیاست نشون میده که اینها نه سیاست رو بلدن و نه کارشناسایی هستن که به اینها راهنمایی بکنن که بابا این حرفایی که شما میزنین این بازی به اصطلاح بازی سیاست به اصطلاح اپوزیسیون نیست. متاسفانه این گروه های سیاسی که امروز پیدا شدن اینها زمین بازی اپوزیسیون رو بردن، گذاشتن توی زمین بازی پروژه های کشورهای خارجی و تمام به اصطلاح هم و غمشون رو گذاشتن به اتکا به اصطلاح سیاست خارجی کشورها. یعنی اساس به اصطلاح این گفتمان اینها رو اگه نگاه بکنین، تحریم، بستن سفارتخانه ها، گذاشتن سپاه در لیست تروریستی، اخراج به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی و خانواده هایی که در خارج از کشور هستن به اونها وابستگی دارن، اینا هیچ کدوم مسائل اصلی مردم ما نیستن. یعنی مردم ما مشکلشون مشکل فقر، بیکاری، فساد، دزدی، نمیدونم تبعیضات مختلف در زمینهای مختلف هست که هیچ کدوم از اینها مثلا با بستن سفارت مثلا جمهوری اسلامی در آلمان حل نمیشه، یا مثلا با گذاشتن اسم سپاه پاسداران در لیست تروریستی حل نمیشه. شما الان سپاه قدس در لیست تروریستی هست. کمتر از 2 دقیقه تا پایان وقت داریم، میتونید به صحبت پایانی و جمع‌بندیتون حرف صحبتتون رو ادامه بدید و 2 دقیقه تا پایان وقت داریم، من دیگه بین صحبتاتون نمیام که بتونید یک جمع‌بندی کامل از صحبت بشه. خواهش میکنم، لطف دارین. ببینید ما باید اول از همه به عنوان یک نیروی اپوزیسیون به اصطلاح فکر بکنیم که یک جنبش چگونه فراگیر میشه و اگر نتونیم یک جنبش سیاسی به اصطلاح مخالفت با جمهوری اسلامی رو فراگیر نکنیم، این جنبش رو محکوم به شکست کردیم. حالا چگونه یک جنبش رو به شکست میتونیم بکشونیم؟ اون چه که در ایران اتفاق افتاد، اوج گرفت، چگونه به شکست کشیده شد؟ به نظر من این نقش ایجاد توهم از طریق رسانه‌های اجتماعی بسیار نقش مهمی رو ایفا کرد. بزرگ نمایی حوادث بسیار کوچک و توجه دادن به همین به اصطلاح حوادث کوچکی که نقش مهمی ایفا نمی کردن، ولی اینها شده بودن مسئله اصلی. یا شعارهای غلط و رفتارهای غلط چه در خیابان در ایران و تبلیغ اونها و به اصطلاح تشویق اونها و چه در به اصطلاح تظاهرات خارج از کشور، و بدتر از همه ارائه شخصیت هایی به عنوان رهبران یک جنبش
که مردمی که قراره در ایران این جنبش رو به اصطلاح فراگیر بشه و اونها بیان تو خیابون و پیروز بکنن این جنبش رو، اونها اصلا هیچ سنخیتی با این افراد و شخصیت ها نمیتونن پیدا بکنن. یعنی مردم در ایران نمیتونن به اصطلاح، من و شما هم حتی در خارج از کشور نمیپذیریم که رهبر سیاسی ما مثلا علی کریمی باشه یا خانم گلشیفته باشه یا نازنین بنیادی یا حتی رضا پهلوی. رضا پهلوی شاید یه بخش کوچکی از مردم طرفدار باشن، ولی ما از یک جنبش عمومی برای سرنگونی یک نظامی صحبت میکنیم که قرار آلترناتیوش نماینده 85 میلیون مردم در داخل کشور باشه. بنابراین به نظرم این جنبش رو متاسفانه این بخش از اپوزیسیون مسئول به اصطلاح نقش بسیار مهمی در شکست این جنبش داشته و اینها باید مورد نقد و انتقاد قرار بگیرن، گرچه ما فکر میکنیم که این مرحله یک مرحله تاریخی و چالش برانگیز بود در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و امیدواریم که جنبش بار دیگه شکل بگیره و حتما میگیره و مطمئن باشیم که نقش مخرب بازی نکنیم و کمک بکنیم به جنبش در داخل کشور. خیلی ازتون واقعا سپاسگزارم. سپاسگزارم از شما جناب آقای رضا فانی یزدی، فعال و تحلیلگر سیاسی که با ما همراه بود. ممنون. بله، بدین ترتیب به لحظات پایانی یک نگاه سوم دیگر رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. راه‌های ارتباطی رو که می‌دانید، کانال تلگرام فارسی ما هست، کانال فیسبوکی ما هست، اونجا هم میتونید با ما در تماس باشید. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میان بگذارید، چون مطمئن باشید در تلویزیون آریان همیشه گوش‌هایی برای شنیدن وجود دارد که صدای شما رو بشنویم، چون حضور ما در اینجا برای شما هست. تا دیدار دیگر، شاد و تندرست باشید.